سلام گرم به گرمی و صمیمیت کرسی خدمت شما بیننده های عزیز برنامه مهمان نا. خوشحالم که بازم بیننده برنامه خودتان از تلویزیون هدفمند جهانی دنیای نو هستین. امشب هم مهمان داریم، طبق معمول همیشگی مهمان های بسیار دوست داشتنی که میگم، چون همیشه انتخاب شما بیننده های عزیز بوده. پیام گذاشتین به این شماره که زیر نویسه، تماس گرفتین، گفتین چی مهمان های دعوت کنین و ما هم به خواسته شما مهمان دعوت کردیم. شما منتظر نمیگذارین، یک ویژه برنامه از بیرون ثبت کردین، میرم با هم دیگه میبینیم. یک سپاسگزاری خاصی هم دارم از جناب سروری بزرگوار که زحمت کشیدن، امکانات در اختیار ما گذاشتن و دعوت ما رو پذیرفتن. میریم و برمیگردیم. در خدمت یکی از بزرگواران عزیزی قرار داریم و میخواهیم پرسان کنیم که در این زمستان، در یک قسمت هم که منجی میبینیم هفته هم طلوع کرده و فکر کنم قبلا پیتو میگفتن. بله. بله، یک معرفی داشته باشیم خوشحال میشیم. به نام خدای بخشنده مهربان، اسم ما حاجی غلام سخی مظفری. بله. سندمه 62-63 سالم. بسیار علی، خداوند شما را هزار ساله کنه و سایه شما را همیشه خداوند شما را حفظ کنه، سر ما داشته باشه. خب میره نمی هفته و پیته و امیتم درسته ایچی؟ درسته، راست. بله. میگیم یک وقتی که زمستون های خیلی سختی بود. بله. حال خود زمستونی نیه بس. بله. اصلا زمستون هایی بود که ما از مکتب می آمدیم، بازم اینجا بمبغل خونه یک هفته ای بود، او به نام پیته و می گفتیم. پیته. بازم اینجا خودی همی سنده سالا خوشیشته بودیم. بله. همینجا یا درس می خوندیم یا قسم می کردیم یا یک حساب داشتیم. اگه وقت برفریا بود، باز وظیفی برف پاکی بودیشتیم. بله. که بالا می شدیم به بوما. ایت روزای هم شده که من خودم شخصا 5-6 دفعه به بوم بالا شدم و برف انداختم. او خونای هم بود، خونای گنبزی بود. بله بله. ایت خونای مثالی نبود، او برف پاکی از او خیلی سخت بود، خیلی مر زله میکرد. خداوند بیا مرزه جمعی هم وقت و پدر مادرای ما و شما. بچه کلون پدر ما بودم بو وقت، اگه بچه ها خورد بودم برا رام اینا، نمیتونستم که به بوم بالا شم و برف پاکی کنم. خلاصه روز 4-5 دفعه 6 دفعه ما بالا میشدم و برف از بوم پول چیزی هم میستونیم از آقاق کنیم. روز 4 دفعه برفتم و پشت پدر ما یک آدمی بود، مامور دولت بود. بله. یک آدم بسیار صداقت کاری بود، غیر از 17 معاش از او دیگه آیدی ندیشت. بله. رشوت خور نبود، دیگه نبود. بله. همور ما دیروز بودم بچه ها قصه کردم. بله. از مکتب دارالمعلمین تا با کوله و با منارو من پیاده میرفتم، پیاده میامدم، به خاطر که پدرم نداشت که دور پیاده من بده که کرایه کنم. بله. بازم به ما افتخار میکنم. بله. به موت پدر افتخار میکنم که رشوت خور نبود، درم خور نبود، غلط نبود، ما رو به همی حالت برسون، ما افتخار میکنیم. بله. خب ها دیگه، اگه از اینکه همون پول حرام می آوردن به خانه، خوبه که همون پول کمی بود، پاکی بود، از اولی کف دست بود. از زمستونا بگین چگونه بوده، کنار کرسی چی خاطرهای داره؟ زمستونایی بود که ما او وقتا برقم نبود. بله. باز همین دوستا و رفقا و میمونا اینا که می آمدن به خونه می شیشتم، همین گیسایی بود. بله. گیسای پمپگی. بله. پم میکردن. شب تا صبح می شیشتم، برف هم از آسمون می برید، همو کیچینی گوشت لندم به گرد بود، همو تو خیر برکتی بود. بیشتر بیشتر. همو تو میمان نوازی میکردم و این پدرام و خود ما و اینایی که همو سند بودیم. دیگه تا به همین صبح که میشیشتیم، همو قصه ها گرم بزیر، همو کرسی، همو میوه و توت مغز بود و تخم اندونه بود و انمی تو چیزا، چای رم هر دم ارصد برای ما، خدا جنتا جای نکنه والدا و اینا، می آوردن بیچاره، می خوردیم دیگه. در اوسنه هم بگرد بود؟ اوسنه که خیلی بگرد بود. از اوسنه قدیم یک یاد شما نه برای ما بگین، یاد تازگی ها گفته باشین برای بچه ها اینا که یاد به یاد نه به خدا به یاد من نمونده اوسنه. خب. من خدا ببخشه یک بچه کاکم همی تقریبا یک ماه پیش فوت کرد. خدا من بیامرزم. او دیگه به قصه دیگه همه قدر ماهر بود. بله. کمی میشیشتیم، اگه تا به می صبح میشیشتیم رد به رد اوسنه بود. تلویزیون چی رقم بود؟ تلویزیون نبود وقتا. نه دیگه به می آخیری خود
کتابایی بود میخوندیم، قصه‌ای بود، اوسنا بود میکردم، دیگه تلویزیون چیزی به خودم و خیر برکتی بود. همین قضاهایی که اون وقت بود مثل حالی که میمون میکنن و سفره پر میکنن. نه نه گپو نبود، این گپو نبود، خدا واسه. بله. که میشیشتم هر چی که بود. بله. اگه نون اشکنم بود می آوردم، اگه کیچیری گوشت لنده بود می آوردم، اگر شوروام بود می آوردم، می خوردم، اما تو با صمیمیتی و اخلاقی بود که یعنی خوش آدم می آورد، لذت می بردادم. از دوستای قدیمی شما که کسی هست که مثلا به خارج از کشور روشه یا به داخل کشور که همیشه به فکر شما باشه و دوست داشته باشه نور ببینی؟ هم هست. یک دوست ما که از اون جمله دوستایی که به نام ظاهر امیری میگن. بله. او حالی به امریکایه. خب به ارتباط هم خود. بله. پارسال بیامده بود، بعد از 20 سال مردیدم. بله. با هم بودیم بیشتره و خود از اون طفولیت که ما از اون صنف اول خودی هم بودیم تا صنف 8 و 9 بودیم دیگه باز جدا شدیم. یه خاطره خوشی که با هم دارن از دوران مکتب و شوخی ها چیه بگیده این شما نکن؟ خاطره خوشی هم داریم که همین یک من صنفی که ما بودیم نامختا تقریبا 40 نفر دوستا بودیم همین. بله. به همین 40 نفر دوستا ما یاد نمیدیم که یک روز خدای نخواسته خشومت ما بین ما از اونو بوده باشه، غیر از دوستی. بله. غیر از محبت. همه لکم که من ببینم به سوی دکترم هست شو با سینفی ها ما به سوی خیر انجینر های. تشکر میکنم. گفتنی اگر برای عزیزا و دوستایی که شما شاید به فکر شما نباشه و شما رو ببینن بشناسن و آشنایی از قبل داشته باشن چیه؟ من سلام خور به همه دوستا و همه مسلمان ها و همه برادرها تقدیم میکنم. هر کسی که من به هر جا میبینه خوش و خندان باشم همیشه. همیشه به فکر وطن باشم که وطن را آباد بسازم. انشاءالله. دیگه همین از ما. تشکر از شما. زنده باشید. لطف کردیم. بله بیننده های عزیز، برنامه مهمان ناب در خدمت یکی از بزرگواران عزیزی قرار داریم که بازم میخواییم صحبت های داشته باشن، حال و هوا رو تازه کنن و از گذشته ها بگن، از بزرگانی که بودن با اونا سرکار داشتن، خاطره داشتن، از اینا برای ما قصه کنن. یک معرفی داشته باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای نبسبی یک جان ممنون شما، خداوند یار مددگار شما باشه. من اسمم صوفی عبدالله مشیر و بچه کماندان از غریب قردرواز ولسوالی انجیل ولایت هرات. دیگه مدتی که زندگی کردیم، همه ایراد زندگی کردیم و به حساب مردمی که شما گفتیم، مردم قدیم به ارتباط از این مردم حالیم که خیلی تفاوتهای از هر نگاه، از هر نگاه تفاوتهای اخلاقی، انسانی، مردمی، همه چیز دیشتم. و کاکایی بیدم که در از این شهر بسیار مردمان برابری و اصولی نیستم، که کاکای امروزی که باشم یا به چای که امروزی به سر و کارم، خدایی مردمان برابری بیدم، مردمان دوستی بیدم. خیلی آقای نامسوی باور بکنیم به وصله و صبر دیشتم که هیچ اندازه ندیشت، هیچ اندازه ندیشت. در حال خوی گپا بخی کمه، مگر مردمان برابر بیدم، مردمان درست بیدم، مردمان ایسایی بیدم. اصلا زمستون کسی نمیفهمید که زمستون فقر بیچارگی اردم شهیدیه. نونی همسایی دیش خودی همسایی خود میخورد. باور بکنیم هیچ وقتی کسی احساس گشنگی و فقر و بیچارگی نمیکرد، مثل که امروز مردم احساس فقر و بیچارگی دارم که چه کار میشه. مردم هیچ از حال احوال همسایی خود خبر ندارم. نبود ما خوب دوران تیر کردیم آقای نابسب، با وقت ما مردم خوب دورانی بود، خوب برادری بود. کسی از پیش روی زی سفید باور بکنیم آقای نابسب، کسی تیر شده نمیتونست از کوچه تیر نمیشد. اتهام هم ریش سفید دیدیش میگفت ریش سفید شیشته میشته تیر رو، مردم تیر نمیشد. بسیار یک فرهنگ برابری بود، فرهنگ درستی بود. شعرهای هم شما هر دفعه که خود ما که هستن هر چیزی به یک شعر تبدیل میکنه. من منتظرم، من هم بیننده های عزیز که پیشنویمی میخونم. میگه سر چرسو هرات بود، تبنگ شاورات بود. بله. صدا میزد عراجی، نونا شش تا و پنجی، پشتی بود و کباب بود، عجیده بود، قصاب بود. بله. تفنگای برنو بود، رحیم بچه سقو بود، معصوم بچه ملنگ بود، به سر بوجولا جنگ بود. بازک بچه فقیر بود، همه گوشنه ها سیر بود. یعنی بازک بچه فقیر کسی بود که هتل داشت. همین حالا کم به چوک و گلای رات ما شما به چای هسته بچه بازک. این بازک کسی بود که اگر کسی میرفت نون میخورد پول ندیشت، از او چیزی نمیستاد.
میگه بازک بچی پدر از این فقیر بیامینی بسیار یک نامی آدمی بود. پهلوان خیرو این ننگی خروس های کلنگی، پهلوان خیرو شکسته بندی بود. میدیسیک بود و سگی از این سگا بدرگی. میدیسیک از برادران اعلی تشیع بود، سگباز نامی بود. خیلی سگا بدرگی دیشت. یارمامد غمارباز به شهر بود اگه یک کتاز. یارمامد غمارباز هم به شهر بود. غمارباز های نشی امیر تاجر باشی. امیر تاجر باشی؟ این کسی بود که میگه غمارباز های نشی امیر تاجر باشی کسی بود که صاحب تاجر بود. بله. باز این غمارباز نبود. این نشی بود. این میرفت مفبری بکردن غمارباز ها. بله. نورد دفدار بود به خونی و غمار بود. نورحمد حسین جان تیر بود و از سر و جان. اونم خلی نمی بود به کابل هم اتاق دیش پرخونه دیش مردم رحم مردم کابل هم خلی میشناختم. نادر سید که جنگ میکرد نومی و دنگ دنگ میکرد اشته بود که نوم از دیش دنگ دنگ میکرده از بحث جنگی بود از بحث جنگی بود به دیکن بچه سرجان خرابتی حق در جان زبی بچه سوته بود لالا حکیم بوته بود دیدیم صدای پا شد غلیگدا پیدا شد سخی بچه غلیگر دیدیم آمد از او بر بچه آشور خودی و خدا کنه پرده و این بچه قلیگر چه رقم بود؟ این هم از اون برادران علی شهی بود بخیر نمی بود جوان و کاکی بود خرابتی بود جنگی بود سیار آدم رابر بود آدم سوی بود جنگی های همون عصر زمان هم آقای نام سوی مثل از این مردم آلنکه نبود هم خودی ضعیف نه هیچ هیچ اصلا هیچ 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 یا بزنه یا بخور هیچ هیچ همون تا مردمان بود همون تا مردمان رابر بود خیلی مردمان درست سوی بود آقای نام سوی میگه عبدالله تپت هم از سخی کور هم گفت هم از سخی کور از ملدون بود بله هم نمی بود عبدالله تپس ما واردش و در بازی غندار دور تنور کشیشتیم هر چی که بود گدیشتیم حسن نصف شهر بود نومی از شهر به در بود حسن هم از برادران اعلی تشیع بود از زهره بود سیار نمی بود میگه از بس بعضی ایر به نام حسن نصف شهر یاد نکردم که نومی هم از شهر بخی به در بود از بس یکی نمی بود رفیکور که نمی بود از سلسله جامی بود کاکاها در جمع و جوش نوربای بود و کریم گوش روف قروی تک بود به هر جنگی او تک بود خرابات و جوان بود از قوم بابا خان بود روف قروی تک همیده کسی بود که اگر به این شهر از این روی سرک به این روی سرک که تیر میشد موتر آرنگ کرده نمیتونست که تایی تیر شد خطرناک بود کال مردم بگه با قروی تک بود نه عبدالوهاب جنگی غیرتی بود و ننگی خواجه ملی بابجی به روز نایلجی همین خواجه ملی بابجی ما با می چشم خوب دیدیم همین هاشم جان که بچه اینه ما پدر از این با می چشم خوب دیدیم صرف 12 ساله بچه بودیم که با می سلطان و کسی را ادام میکردم این آدم بیامد خودی هست بخو او را از ادام خلاص کرد غلامت بچه شیر بود خودی و چند تا خیر بود غلامت بچه شیر هم نمی بود میگه غلامت بچه شیر بود خودی و چند تا خیر بود میددین صوبداری بود چکپا و غمار بود عزیز باطوری بودک شاه محمد کوری بودک شاه محمد کورم عزیز باطوری بودک شاه محمد کوری بودک برات غندک بود به جنگ فقط یکی بود برات غندکی بود به جنگ یکی بود ای شاه برات کوری که میگن او چی را هم از برادران اعلی تشیع بود اشته که نومی به در رفته بودی اتمن او هم نمی بود همین هایی که همین شعر اینا هم آقای اینا مثل جوانایی بودم که اینا نمی بودم اینا به دروغ نه نام اینا گرفته نشده اینا در عصر زمان خود برادرای برابری بودم نمی ها بودم جوانای برابری بودم نقاش که نقش دیشتی سعی کو که چی نوشتی به غیر از گوش پاره نه را داریم نه چاره قربان شما آقای نامسر زنده باشیم سلامت باشیم آقای نامسر شعری که خواندیم یاد و خاطره همه زنده کردیم ولی به ندای عزیز خوشحالم که در خدمت شما هستم امیدوارم که تا این لحظه از برنامه لذت برده باشید به این شماره ای که زیر نویس 0793-5000 پیشنهادات نظرات خود برای ما ارسال کنید از طریق ایمو تلگرام واتساپ چی مهمان های میخواییم که در کنار ما باشه اونا رو دعوت کنیم پیام بفرستین نام و شماره تماسی اگر اونا دارن هر کدام شما از خارج از کشورم که باشین مشکل نداره برای ما پیام بدین و مهمان دعوت میکنین با اونا میگیم میخندیم قصه میکنین و شما هم لذت ببرین